سلام، خوش اومدید به نوبت شما. پیشرفت‌های چند دهه اخیر در علم پزشکی باعث شده دانش و آگاهی بشر درباره اختلالی به نام اوتیسم بسیار پیشرفت کنه. مثلا امروز می‌دونیم که اوتیسم شامل طیفی گسترده از اختلالاتی میشه که به خاطر تاثیر در مغز باعث میشه فرد اوتیستیک درک متفاوتی از دنیای اطراف داشته باشه که این به نوبه خودش بر رفتار، گفتار و توانایی ارتباط برقرار کردن و در نهایت روابط اجتماعی و اثر میذاره. اخیراً گروهی از چهره‌های سرشناس سینما و ورزش ایران سعی کردن در شبکه‌های اجتماعی از طرفدارانشون بخوان که با کمک به انجمن خیریه اوتیسم به ادامه فعالیت این مرکز کمک کنند. به همین بهانه یک بار دیگه صحبت درباره اوتیسم در شبکه‌های اجتماعی داغ شده. من احسان آمرتوسی هستم و امروز از کسانی که تجربه زندگی با یک فرد اوتیستیک داشتن دعوت می‌کنم با ما تماس بگیرن و از این تجربه بگن. از بروز اولین نشانه‌های اوتیسم تا پذیرش این اختلال از سوی خانواده و در نهایت امکانات و خدمات ویژه برای کمک و توانبخشی به این افراد. در جایی که شما زندگی می‌کنید، دولت‌ها و نهادهای خیریه مردمی تا چه حد در این زمینه فعالن و خدمات میدن؟ از طریق شماره‌ای که رو صفحه تلویزیون الان ظاهر میشه با ما تماس بگیرید. براتون مرور می‌کنم: 2044-207-765-2077، 2044-207-765-2078 و اس ام اس گیر ما هم هست 2044-786-6033. امروز رجا اسدی هم ما رو همراهی میکنه در این بحث تا با مرور مطالبی که در فضای اینترنت درباره اوتیسم نوشته شده ما رو بیشتر به این دنیا ببره. رجا. ممنون احسان. در فضای مجازی مطالب و تصاویر زیادی درباره اوتیسم منتشر شده که کاربران رو با این اختلال رفتاری آشنا میکنه. منم در طول برنامه چند ویدیو نشونتون میدم که خیلی خوب آنچه رو که بر کودک اوتیستیک و پدر و مادرش میگذره به تصویر کشیده. تجربه های شما رو هم در برنامه مطرح میکنم. پیام هاتون رو از این راه ها به دست ما برسونید. در فیسبوک رسمی ما به آدرس facebook.com/bbcpersian. اگر اهل توییتر هستید، شناسه ما اینه @bbc شما و ایمیل هم میتونید بزنید با آدرس shoma@bbc.co.uk. اگر هم دسترسی به تلگرام براتون آسان تره، پیامگیر ما هست bbc شما. میتونید عضو کانال تلگرامی ما هم بشید به شناسه @bbcpersian. اما فعلا صدای شما رو از راه تلفن میشنویم. بسیار خوب، همین اول برنامه قبل از اینکه اونطور که رجا گفت تلفن رو بگیریم، برای آشنایی بیشتر با اوتیسم بذارید که با هم گفتگوی کوتاهی ببینیم و بشنویم با دکتر هادی شاکر، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، که در یکی از برنامه‌های قبلی 37 درجه که اختصاص داشت به بحث اوتیسم باهاش صحبت کردیم. با هم ببینیم. تفاوت اصلی بین بافت مغز فردی که اوتیسم داره با اون کسی که اوتیسم نداره چیه؟ ببینید، از نظر کلینیکی با تستای مثل سی تی اسکن یا ام آر آی ما تشخیص چندانی نمیتونیم در این افراد بدیم، ولی مطالعاتی که از طریق اسکن های فانکشنال ام آر آی یا اسکن های دیگه ای که ارتباطات مغز رو نشون میده انجام شده، نشون میده که در افراد دارای اوتیسم سلول های عصبی دارای ارتباطات بیشتری هستند. در حقیقت جوری که من به بچه ها توضیح میدم اینه که مغز ما دارای رشته های عصبی هست شبیه این بشقاب ماکارونی و حدود 100 بیلیون از این رشته‌های ماکارونی توی مغز ما هست که اینا وقتی با هم ارتباط برقرار میکنن در حدود 100 تریلیون ارتباط برقرار میشه. منتها در اوتیسم این ارتباطات در بعضی جاهای مغز بیشتر دیده میشه که نابجاست و در بعضی جاهای مغز که باید کمتر باشه اون اندازه‌ای که باید کم باشه نیست و بنابراین این عدم تناسب باعث میشه که ما علائم اوتیسم رو ببینیم. علائم و شدت این علائم از فردی به فرد دیگه در افرادی که اوتیسم دارن متفاوت هست. آیا اینها علائم مشترک هم دارن؟ خیلی سوال خوبی هست. ببینید، همینجور که اینجا تو این تصویر می‌بینین، علائم به طور کلی به سه گروه اصلی تقسیم بندی میشه. علائمی که در گروه روابط اجتماعی معاشرت با دیگران قرار میگیره، علائمی که در ارتباط برقرار کردن مثل تماس چشمی، مثل پاسخ دادن به اینکه اسمشون رو صدا بکنین، مثل اینکه بتونن با بچه‌های دیگه نیازهاشون رو مطرح بکنن عنوان میشه، و مسائل رفتاری، چیزایی که ممکنه به طور تکرار شونده باشه، مثلا یه بچه‌ای به طور تکرار شونده یه نقاشی خاصی رو انجام بده یا یه نقشی رو مثل تئاتر بخواد هی اجرا بکنه و اون کار رو هی مدام و مدام انجام بده، یا روتینای دیگه مثل اینکه حتما سر میز جای خاصی بشینه، بشقاب خاصی رو براش بذارن. منتها اصل اساسی اینه که این علائم باید قبل از 3 سالگی ظاهر بشه. اگر ما مثلا اگه بچه‌ای رو یه دفعه ببینیم توی 8-9 سالگی شروع می‌کنه این علائم رو ظاهر می‌کنه، نمی‌تونیم ربطش بدیم به اوتیسم. بسیار خوب، مصاحبه‌ای بودش که با دکتر هادی شاکر دیدید در یکی از برنامه‌های قبلی 37 درجه. اگر که می‌خواید کامل این گفتگوی به حال
جالب رو ببینید، اطلاعات بیشتری در مورد اوتیسم بگیرید، حتما به صفحه بی بی سی فارسی در فیسبوک مراجعه بکنید، اونجا مصاحبه کامل رو خواهید دید. فعلا تلفن‌ها رو داشته باشیم، روی خط 1 عباس از کرج، خط 2 شهرام از خوزستان و البته از طریق اسکایپ هم مهمان ویژه‌ای داریم، کامبیز توانا روزنامه‌نگار از واشنگتن به ما میپیونده. سلام می‌کنم به شما آقای توانا، مرسی که دعوت ما رو پذیرفتید. درود بر شما، خیلی ممنون. آقای توانا، شما مطلبی داشتید پارسال اگه اشتباه نکنم در سایت فارسی بی بی سی هم منتشر شد، از تجربه شخصی خودتون گفتید، دو فرزند اوتیستیک دارید و این مطلب بسیار اطلاعات جالب و دقیقی در مورد این افراد میده. من خودم وقتی که میخوندم یکی از نکاتی که جلب توجه کرد برای من اون بحث در واقع شناسایی اولیه این اختلال بود و اینکه حالا خانواده‌ها چقدر اول ممکنه انکار بکنن. یه مقداری اگه میشه بیشتر، اگر توصیه‌ای به خصوص میشه داد به خانواده‌هایی که اولین بار ممکنه که مواجه بشن با اوتیسم، اونا باید چیکار بکنن واقعا؟ این مراحل شناسایی و پذیرش واقعا چطور برای خود شما گذشت؟ مسئله مهم اینه که شکل و زمان تشخیص از زمانی که ما با این قضیه برخورد داشتیم تا الان عوض شده. زمانی که من الان دو تا پسر دارم، هر دوتاشون طیف اختلال اوتیسم هستن، یکیشون 11 ساله است و یکی 13 ساله. ما زمانی که بچه ها رو برای تشخیص بردیم تا زیر 3 تا 4 ساله نمیتونستن تشخیص بدن، باید حتما 3 ساله میشدن تا میشد تشخیص داد یا 4 ساله. بعد چند سال بعد که ما شروع کردیم برای کمک گرفتن تا 2 سال نیمه که بچه میشد تشخیص میدادن. الان خوشبختانه بچه نوزاد 6 ماهه رو میتونن راحت از بلاز حرکات ارتباط بینایی که ارتباط برقرار میکنه با طرف مقابل میتونن تشخیص بدن. هر چه زودتر تشخیص بدن بهتره. وقتی تشخیص میدین مثل هر چیز زندگی 3 مرحله گذر از بحران آدم داره معمولا تو هر چیزی. حالا ممکنه قطع رابطه دوستی با یه نفر باشه، پایان رابطه خانوادگی باشه، یه هر بحران دیگه. شما مرحله اول انکار میکنین، حاضر نیستین زیر سوالش برین. منم همین کارو میکردم، اولش میگفتم همچین چیزی امکان نداره، اینا دروغ میگن، اینا نمیفهمن، میریم که پزشک دیگه، میریم یه دکتر دیگه. مرحله دوم وقتی که تازه قبول کردین، تازه میرین دنبال عاملش میگردین، چرا من، مگه من چیکار کردم، چه بلایی بود، از کجا، چرا. و مرحله سوم بالاخره شما قبولش میکنین و میفهمین که خیلی خوب، حالا این اتفاق افتاده، با هر دلیلی به هر چیزی به من ارتباط نداره، حالا بهترین کاری که میکنم چیه. تو افراد مختلف این سه مرحله گذشتنش سخته، هرچی خانواده بهتر، اطرافیان آشناتر و با پشتگرمی داشته باشن خیلی سریعتر میتونن این سه مرحله رو طی کنن. وقتی این سه مرحله رو طی کردن تازه میتونن برن ببینن که بهترین تشخیص چیه و بهترین کاری که میتونن بکنن چی هست. بسیار خوب. البته من تو مطلب شما خوندم که معتقد بودید که حالا بسته به اینکه تو کدوم کشور دنیا آدم هست، یک تیمی باید خودش در واقع آدم بسازه از متخصصان مختلف در زمینهای مختلف که بتونن واقعا با هم کار بکنن. باز برمیگردیم به شما آقای توانا، من سوال دیگری هم دارم. فعلا عباس از کرج رو صحبتاشو بشنویم. عباس، شما خودتون آیا تجربه در واقع سر و کار داشتن با یک فرد اوتیستیک رو دارید یا خیلی مقداری از این دنیا چالشاش بر ما بگید؟ سلام دارم خدمت شما و بینندگان و آقای توانا. بله، منم تجربه داشتن فرزند اوتیستیک رو دارم. پسر 4 ساله‌ای دارم که تقریبا از 2.5 سالگی تشخیص اوتیسم داده شد براش و تا الانم به نوعی درگیر کارهای درمانیش هستیم و حدودا 1 سال و نیمه که تغییر مثلا. یه مقداری از این شرایط و امکانات بگید، بحث توانبخشی و درمان اینجا مطرحه، چقدر در ایران در کرج که شما هستید امکانات هست، از لحاظ هزینه ها چقدر کمک میشه گرفت از دولت، آیا وجود داره کمک دولتی، بیمه ها چیکار میکنن؟ عرضم به حضور شما که امکانات توی کرج، حالا کرج من ساکنه، خیلی محدوده. دولت که متاسفانه کاری برای بچهای اوتیست انجام نداده. یه مرکزی هستش به نام مرکز توانجی که خدماتش خیلی ضعیف هستش به نسبت اون تقاضایی که وجود داره برای درمان این بچه ها، خدماتشون ضعیف هستش. و تازه اون مرکز هم یک نامه معرفنامه به بهداشتی که
نصف هزینه رو حالا تقبل کنه. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما عباس. بار هزینه ها روی دوش خانواده ها هستش. بسیار خوب، ممنون. قطعا این مسئله مالی هم به حال از مشکلاتی هستش که در بحث توانبخشی به افراد اوتیسم حتما باید مد نظر باشه. شهرام از خوزستان اگر تجربه مشابهی دارید همکارانم میگن که ظاهرا شما هم فرزند اوتیستیک دارید، یه مقداری از تغییری که در واقع این ماجرا در شیوه زندگی شما ایجاد کرد از وقتی که متوجه شدید که این اختلال در بچه‌تون وجود داره بگید. بله، خیلی ابتدا اجازه بدید من تشکر کنم از شما که این موضوع مهم رو که ممکنه برای خیلی از خانواده‌ها واقعا داره اهمیت باشه انتخاب کردید. من متأسفانه داره دو تا فرزند اوتیسم هستم، پسرم هلوش 8 ساله و دخترم 6 سالش هست، که از اونجایی که من و همسرم نسبت فامیلی با هم دیگه نداشتیم و در خانواده هامون هم سابقه اوتیسم نبود، خب خیلی جای تعجب بود برای ما و وقتی این آدار طول کشید تا ما متوجه شدیم علائم و شرط در خانواده های اوتیسمی متاسفانه داره فرزند اوتیسم متاسفانه بحرانی هست در کشور، از اونجایی که خب بیمه معمولا هزینه های توانبخشی رو تقبل نمی کنه. این هزینه ها به نوعی از نظر بیمه جز هزینه های آموزشی حساب میشن نه درمانی، و خب به طب از اونجایی که بار مالی خیلی زیادی بر دوش خانواده هست، خانواده‌ها در حتی در بعضی از خانواده‌ای که حتی در تهیه نیازهای اولیه زندگیشون به مشکل برمی‌خورن، خب برای ادامه بحث درمان و بهبود بچه‌هاشون به مشکل برمی‌خورن. متأسفانه در کشور هم خلأ قانونی و قانون‌گذاری وجود داره، از اونجایی که این محدودیت‌های مثل اوتیسم جدیداً خیلی بهشون پرداخته شده، خب قانونی ما نداریم که بشه از طریق اون قانون بشه از NGO ها و مردم نهادها حمایتی بشه، و عملا دولت متاسفانه در واقع به نوعی تصور میکنم داره نظاره میکنه جریانو به جایی که خودش بتونه بیاد مدیریت بکنه. و من خواهش دارم از کسانی که صحبت ما خانواده هایی که داره فرزند اوتیسم هستن بشن، وضعیت واقعا توی خانواده بحرانی هست، خصوصا من اگر امید به زندگی در خانواده هایی که داره فرزند اوتیسم حتی رو بررسی بکنید متوجه میشید که واقعا حتی بعضا پدر و مادرها به 50 یا 60 سال هم فکر نمی کنن بتونن زنیم، و واقعا ما داریم خیلی این فکر رو میکنیم آیا واقعا ما میتونیم مردن راحتی داشته باشیم. باور کنید من بعضا فکر میکنم خب بعد از من این دوتا بچه چه کار میکنم، و این تصویر خیلی من و همسرم تحت فشار قرار دارم. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما که تجربتون رو با ما در میون گذاشتید. مرسی شهرام. آقای توانا، با من آخرین سوال. به حال در هر مرحله ای از زندگی یک فرد اوتیستیک قطعا چالش های وجود داره که شاید با مرحله بعد با مرحله قبلش فرق بکنه، مدام در حال تغییر هست قطعا، و شاید یکی از چالش های بزرگ خانواده این افراد هم این باشه که این تغییرات رو متوجه بشن در درجه اول و برش راه حلی پیدا بکنن. یه مقداری از تجربه خودتون بگید که در هر دوره واقعا چقدر این چالش ها داره تغییر میکنه، و الان مثلا تو سنی که بچه های شما هستن بیشتر با چی سر و کار دارن، و خود شما برای پاسخ دادن به این نیازها چی کار دارید میکنید؟ ما از زمانی که متوجه شدیم که تشخیص اوتیسم هست برای بچه ها با دوتا مسئله مختلف متوجه شدیم. اول اینکه شما نمیتونید تمام بچه هایی که یا افرادی که طیف اختلال اوتیسم دارن و تو یک طیف نزدیک به هم بدونید، ممکنه خیلی متفاوت باشن. بعد تفاوتاشون به جای خود طیف اختلال اوتیسم روی رفتار و ارتباط آدم با بقیه و محیط اطرافش ارتباط میذاره، شخصیت درونی آدم عوض میکنه. مثلا پسر بزرگ من خیلی آدم اهل کامپیوتر و گیم و توی خونه نشستن و ایناست، بیرون رفتن دوست نداره. کوچیکه با اینکه اوتیسم شدیدتره حرفم نمیزنه هنوز، عاشق بیرون رفتن و ماشین سواری و استخ رفتن و بیرون رفتن و ایناست. یعنی حتی اولا باید به این درجه از شناخت آگاهی و بچه رسید که اینا روحیه‌شون متفاوته و با هر کاری باید به توجه به روحیه‌شون انجام داد. زمانی که کوچیک‌تر بودن وضع خیلی متفاوت، بخاطر که پسر کوچیک من حتی جویدن رو بلد نبود، یعنی غذا رو ما فقط براش چرخ می‌کردیم می‌ذاشتیم دهنش، حتی نمیتونست عمل جویدن انجام بده یا حتی از انگشتاش نمیتونست درست استفاده کنه. مثلا اگر چیزی می‌خواست دست منو می‌گرفت و مثلا به یه چیزی اشاره می‌کرد، ما با یه
تراپیستی خیلی کار کردیم که فقط به این نشون بده که با انگشت میشه یه چیزی رو نشون داد. 6 ماه طول کشید تا به اونجا برسه. تو هر مقطعی از زندگی میانجلو نیازها عوض میشه. الان تو مقطعی که برای مثلا 1 سال گذشته برخورد کردیم به سن بلوغ دارن میرسن، هورموناشون داره عوض میشه. پسر کوچیک من الان مثلا برای مثال یه وقتایی با آیپد یا اسباب بازیاش عملی مشابه خودارضایی رو انجام میده. وقتی هم که این مسئله پیش اومد ما خیلی طبیعی با کسایی که باش مشاوره رو کار میکنن مشورت کردیم، گفتیم که بهترین راه چیه. گفتن که این یه چیز خیلی طبیعیه برای بچه های نرمال. خب پدر مادر هر کدوم با توجه به سابقه خانواده و نگرشون دارن یه راه حلی براش پیدا میکنن. برای این بچه ها ما پیشنهاد میکنیم که بهشون یاد بدین، چون یه چیز طبیعیه، نمیشه جلوشو گرفت، نمیشه هم براش مثلا راه دیگه پیدا کرد، چون ممکنه عوارض دیگه داشته باشه. از یه طرف چیز کاملا طبیعیه تو بدن داره اتفاق میفته، بهش یاد بدین که بره توی دستشویی یا تو بره توی اتاق خودش بشینه. الان کاری که باهاش کردیم هر موقع احساس میکنیم که حسش به این سمته که بشینه یه گوشه و با آرامش به هر شکلی بخواد خودش ارضا بکنه، ما ارجاعش میدیم به اتاق خودش، میگیم برو اونجا در ببند یا برو توی دستشویی قشنگ بشین، کارت که تموم شد بعد بیا بیرون. این کاریه که هیچ رای براش نداره، مجبوریم انجام بدیم. یا پسر بزرگترم قاعدتا وقتی هورمونای بدن به هم میریزه یه اتفاقایی تو بدن میفته که برای این عجیبه. مثلا اینی که یه وقتا یه حالت تناسلی مردانه دچار ایرکشن میشه، از حد طبیعی میاد نرمال، دست آدم نیست، این هم کنترلی روش نداره اینا. بعد بلند میشد راه میرفت همینطور و بهش گفتم که نمیشه نشست خیلی باش با منطق صحبت کرد که چیه، ولی میشه براش توضیح داد که چرا به چه شکل رفتار کنه که براش بهتر باشه. مثال براش توضیح دادم، تا حالا دیدی من با این شکل یا راه برم یک کسی تا حالا تو خیابون دیدی یا تو مدرسه؟ گفت نه. گفتن که این چیز عجیبی نیست، این چیز عجیب غریبی نیست، برای همه اتفاق میفته، ولی وقتی که این اتفاق برات میفته سعی کن یه جا بشینی. و این دوره مقطعی رد میشه، برمیگرده، میتونی به بقیه برسی. حالا خیلی قضیه راحت کنار اومده. مرسی از شما آقای توانا، مرسی و ببخشید که وقت برنامه محدوده، ولی از اینکه تجربتون رو در میون گذاشتید بسیار ممنونم. همینطور از عباس شهرام هم تشکر میکنم. بریم سری پیش رجا. رجا، در شبکه‌های اجتماعی در فضای اینترنت اطلاعات بسیار زیادی مطمئنم میشه پیدا کرد. تو سالهای اخیر به خصوص شناسایی این اختلال به خوبی صورت گرفته. یه مقداری از این فضا در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت. در فضای مجازی احسان خیلی تصاویر و مطالب زیادی وجود داره که اطلاعات میده و کسی دنبالش باشه میتونه خیلی مطالب جالبی پیدا بکنه. من حالا رفتم سراغ چند تا ویدیو که نشونتون بدم. اول با این پیش‌زمینه شروع میکنم که همه ما ممکنه در خیابون این ور اون ور که میبینیم بچه یو ببینیم که داره گریه میکنه، لگد میزنه و به شدت ناآرامه و پدر و مادرش دارن سعی میکنن آرومش کنن. شاید پیش خودمون فکر کنیم که این بچه چقدر لوسه، چقدر نونور بارش آوردن، ولی همیشه این در همه این موارد درست نیست. این بچه ممکنه اوتیزم داشته باشه. مثل این ویدیویی که الان نشونتون میدم، میبینیم که توی فرودگاه است. این یه ویدیویی که یک خانواده آمریکایی منتشر کردن از کودکشون که اوتیزم داره. اینها در فرودگاه هستن و بچه دچار حمله اختلال رفتاری میشه و میبینیم که خودش رو زمین میزنه و حتی یک کمربند مخصوص بستن که جمع کردن بچه براشون آسان‌تر باشه، حرکاتش رو کنترل کردن براشون آسان‌تر باشه. و توضیح میدن در ادامه این ویدیو که برخورد مردم گاهی اوقات آزاردهنده است، خیلی چپ چپ نگاهشون میکنن، نگاه‌های سرزنش‌آمیز دارن که چرا این بچه شاید پدر مادر خوب بچه رو تربیت نکردن، متوجه نیستن که این یک اختلاله و باید پذیرفت به حال. دقیقاً، اما دلیل چنین رفتاری برای همه آشنا نیست و نمیدونن که اوتیسم واقعاً چیه و چرا کودک این کارو میکنه. برای همین من این ویدیو رو میخوام نشونتون بدم. خیلی ویدیوی جالبیه و از زاویه دید کودک اوتیسم این ویدیو فیلم برداری شده و نشون میده که با مادرش کودک وارد یک مرکز خرید میشه و همه چیزهایی که برای ما عادی جلوه میکنه خیلی نرماله، برای این بچه یک چیز عجیب و غریبه و مغزش باید اونو پردازش کنه. از صدا گرفته، از فلش دوربین گرفته، همین الان دیدیم توی تصویر، امیدوارم بله. که درست داره پخش بشه.
و رنگامیزی، طرح لباس دیگران، صدای سکه پول که روی زمین پخش میشه، همه اینها تو مغزش جمع میشه و مغزش باید اینا رو پردازش کنه، اما در نهایت بچه صبرش تموم میشه و چون نمیتونه اینا رو پردازش کنه دچار حمله میشه و دچار اختلال رفتاری میشه، خودش رو زمین میزنه. و حالا از این ویدیو از این جهت جالبه که از این طرف ما دیدیم که چرا بچه داره این کارو میکنه. شاید بعضیا فکر کنن خب بچه رو بیرون نیارین، توی معرض این جور چیزا قرار ندین، اما باید بدونیم که مشکل تنها در بیرون از خانه نیست و مشکل و ما فقط بخشیشو بیرون از خانه میبینیم، در داخل خانه هم مشکل ادامه پیدا میکنه. این ویدیویی که میخوام نشونتون بدم یک نوجوان رو نشون میده که خیلی عادی داره رفتار میکنه در مورد یک خانوادن که یکم هم مذهبی هستن، یه دو تا بچه دارن، یه بچه کاملا عادیه و بچه دیگرشون که همطور که میبینیم گاهی اوتیزم داره و گاهی دچار اختلال رفتاری میشه و به خودش آسیب میزنه و پدر و مادر آموزش دیدن که چطور با این بچه برخورد کنن. اولین قدمشون اینه که اونو روی جسم نرم بخوابونن روی زمین و مانع از این بشن که به خودش آسیب بزنه و خودشونو بدن خودشونو روی بچه بندازن و وزن بدن اینا باعث میشه که اون انرژی بچه تخلیه بشه و به آرامش برسه. و یه چیز نکته جالب دیگه هم که تو این ویدیو هست، خواهر کوچک این پسره که خیلی عادی برخورد میکنه و خیلی عادیه و یه جوری در این شرایط انگار باید بزرگتر از سنش برخورد بشه و ازش انتظار میره که درک کنه و بزرگتر از سنش عکس العمل نشون بده. و خود مادرم توضیح میده در این ویدیو که وقتی دخترم از من میپرسه چرا برادرم اینطوریه، من بهش میگم که خدا برادرتو اینجوری کرده که منو مورد آزمایش قرار بده. اما خب این دیدیم بچه 10-11 ساله بود، اما مشکل وقتی که بچه ها رشد میکنن مشکلاتشون هم رشد میکنه. در این ویدیو میبینیم که این پسر 17-18 سالشه و دچار اختلال رفتاری میشه و دوباره میبینیم همون تکنیکو پدر مادر داره مادرش داره اجرا میکنه که مانع از آسیب رسیدن به خودش بشه، دوتا متکا میذاره کنار سرش و اگر جلوتر ببینیم یه چیزی هم به گردنشه که مثل یک چیز پلاستیکیه و اینو میذارن دهن بچه که فشار بده، گاز بگیره، اونجوری خشمشو اینجوری انرژیشو در واقع خالی کنه، بده انرژیشو خالی کنه و خشمشو بروز بده. و در طول برنامه هم حالا چند تا ویدیوی دیگه ای هست، فکر می‌کنم الان فرصت نباشه ویدیوی بعدی رو توضیح بدم، در طول برنامه باز هم از چیزای جالبی که در یوتیوب و جای دیگه منتشر شده براتون گزارش میدم. حتما بذار بس باز برمیگردیم پیش تو. بذار فعلا اینجا ما تلفن‌ها رو معرفی بکنیم. محمد رضا رو از تهران رو خط یک داریم، بعد هم با روشنا از تهران صحبت می‌کنیم، البته از طریق اسکایپ هم. اینجا شراره زینعلیان رو داریم که معلم در مدارس عادی دبی هست که آموزش بچه‌های اوتیستیک رو بهته داره. اما قبل از اینکه خانم زینعلی من سوال اول از شما بپرسم، بذارید که یک سلام علیکی بکنیم با شنونده‌های رادیو فارسی بی بی سی که از همین لحظه به جمع ما پیوستن. اگر موضوع امروز برنامه نوبت شما رو بخواید بدونید، بحث اوتیسم هست، اختلالی که شاید کمتر دربارش بدونیم. بنابراین از خانواده‌هایی که تجربه مشابه دارن، فرزندان اوتیستیک دارن، دعوت می‌کنم بیان از چالش‌هاشون به ما بگن و شاید کمکی هم بکنه به کسانی که احتمالاً بچه‌شون این اختلال داشته باشه، در آینده بتونن بهتر شناساییش بکنن. خانم زینعلیان، با توجه به تجربه خود شما به عنوان یک معلم، اینکه به هر حال در مدرسه عادی تدریس می‌کنید ولی بچه‌هایی با نیازهای خاص و ویژه رو بیشتر مد نظر دارید، چقدر اصولاً این در واقع تلفیق این دو فضا با هم کار درستی است از نظر شما؟ در واقع بچه‌ی عادی کنار بچه اوتیستیک بشینه، این آیا برای رشد و پیشرفت بچه‌های اوتیستیک خوبه یا ممکنه برعکس نتیجه عکس بده؟ اول از همه اجازه بدید من سلام کنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. سوالی که پرسیدین خیلی سوال جالبیه و حتی بین ما معلم ها این در واقع مورد بحث هستش. بودن بچه های خاص در کنار بچه های معمولی در واقع هم خوبی های خودش رو داره و هم که خب یه سری ضعف های خودش رو داره. بودن بچه های خاص و با نیاز های خاص در کنار بچه های معمولی بهشون این اجازه رو میده که رشد بکنن. وقتی ما بچه هایی که در واقع نیاز های خاصی رو دارن میذاریمشون توی سنترها و مراکزی که همه مثل هم هستن، جایی برای رشدشون باقی نمیمونه، جایی برای پیشرفتشون نمیمونه. اینا از همدیگه یاد میگیرن، مخصوصا وقتی که سنهای پایین هستن و با وجود معلم های که در واقع درس خوندن برای اسپیشال نید، برای نیازهای خاص، ما بهشون کمک میکنیم که بتونن خودشون رو تا مقداری اجاست بکنن با جامعه و با همکلاسی هاشون. و البته ما توی مدارسمون
برنامه‌های رو اجرا می‌کنیم که بتونیم با بچه‌ها توضیح بدیم، هم بچه‌های معمولی چطور بتونن با بچه‌های که نیازهای خاص رو دارن ارتباط برقرار بکنن و بالعکس. هرچند ضعف‌های خودش رو هم داره، همونطور که من از مادرهای دیگه که بچه‌های معمولی دارن شکایت‌های رو می‌شنوم، از اینکه خب بچه‌ی من داره تو خونه رفتارهای اشتباهی رو که از نظر خودشون هستش تقلید می‌کنه از اون بچه یا هر چیز دیگه‌ای، ولی خب وقتی که آگاهی بالا میره توی حالا هر از محیط کوچیک هم حتی اگر شروع بکنیم، وقتی آگاهی بالا میره بین خانواده‌ها و بین کودکان میتونه مقداری بهتر باشه. خیلی ممنون خانم زین علیان، با ما بمونید. من سوال دیگری هم از شما دارم. فعلا صحبت های محمد رضا از تهران رو بشنویم. محمد رضا، اخیراً به هر حال بحث کمک به خانه اوتیسم تهران، اوتیسم در ایران در واقع خیلی مطرح شده به خاطر مشکلات مالی که داشتن. شما چقدر این مرکز رو میشناسید؟ غیر از این مرکز آیا جاهای دیگه هم هستش برای کمک و توانبخشی به افرادی که اختلال اوتیسم دارن یا خیر؟ سلام، سال شما بخیر. سلام هم موضوع شما که برای این قضیه که تو چندی اخیر خیلی در فضای مجازی راجب سری صحبت میشه، بله خب همونجور که میدونیم نهادی که در واقع متولی قضیه اوتیسم هستن چند تا هستن، بزرگترین سیاسیسی وزارت آموزش و پرورش از موضوع شما که وزارت بهداشت و و و و چند تا نهاد دیگه. انجمن اوتیسم ایران به عنوان یه NGO، یه سازمان مردم نهاد در علاقه تاسیس شده که اساساً اینجوری که حالا گفتم مسئله ملی رو مطرح کردن که همه جای ایران در واقع باید اینجوری که گفتم میخوان در واقع چیز بخوان. مسئله ای که وجود داره و من به نمایندگی از خانواده های اوتیسم مطرح میکنم، چیزی که در واقع ناراحتی ایجاد کرده روش که در واقع فعالیت انجمن بوده که خب علیرغم اینکه مسئله اینه که ملی هستش، ولی خب توی سرتاسر ایران در واقع نمیتونن چیز بکنن، نتونستن در واقع خدماتشون رو ارائه بدن. و مسئله بعدی من این هستش که این اتفاقی که تو چند روز اخیر افتاده و حضور هنرمندان به فضای مجازی و اعلام اینکه بیاید به خونه اوتیسم کمک بکنید، انجمن اوتیسم ایران ظاهرا به خاطر مسائلی که داشتن مجبورن که در واقع حالا مکان رو ذخیره کنن، سیو بکنن، یه جوری نجات بدن و این فراخوان رو دادن. ولی فکر این فراخوان و مسئله که ایجاد کرده و این کاری که در اتفاق افتاده یه جورایی در واقع جامعه اوتیسم رو آزرده کرد، به این شکل که یه جوری داره نشون داده میشه که انگار انجمن مردم ما جامعه اوتیسم، من به عنوان پدر مادر اوتیسم نیاز دارم که مثلا که کمکی جمع بشه که خونه اوتیسم درست بشه. آقا مسئله من به عنوان یه والدین بچه اوتیسم این نیست که خونه در واقع اوتیسم درست بشه. ببینید اگر این مسئله برای همه بچه های ایران اتفاق بیفته خیلی هم عالیه، خیلی هم خوبه، همه هم قبول بشه. ولی اگر چه فایده‌ای داره مثلا یک خونه درست بشه داخل مثلا یه دل تهران، یه هزینه مثلا 500 میلیون 700 میلیون 1 میلیارد تومان جمع بشه تا یه خونه درست بشه. خیلی ممنون. فکر کنم نکته شما رو محمد رضا متوجه شدیم. کیفیت خط متاسفانه خیلی خوب نبود. روشنا از تهران، روشن در همون شهر به هر حال محمد رضا شما زندگی میکنی، همکارم هم که در صحبت اولیه با شما میگن زارن شما هم فرزند اوتیستیک دارید، آیا تا به حال به این مرکز خانه اوتیسم ایران مراجعه کردید یا خیر؟ محمد رضا نظرش اینه که بهتر این کمک ها به شکلی باشه که همه جاهایی که این مراکز به نوعی هست در شهرهای مختلف به یک میزان از این کمک ها بتونن بهره مند بشن. شما چی میگید؟ سلام، من بله از این مرکز استفاده کردم و به نظر من همین که دارن یک کار اطلاع‌رسانی رو انجام میدن، همین که از وقتی این انجمن رو افتاد خب به هر حال اوتیسم رو مردم شناختن. قبلا مردم هیچ کس کلمه اوتیسم اصلا کسی نشنیده بود، ولی الان یه دو سه سالی که اوتیسم رو همه میشناسن و دلیلش هم اینه که به هر حال اطلاع‌رسانی خوب بوده این مدت. حالا من کاری ندارم آیا کاری شده نشده، ولی همین که اطلاع‌رسانی خوب بوده، همین که اگر بچه‌های ما به هر حال تحمل جای شلوغ ندارن و برگردی ببینیم بچه اوتیسم حداقل از هر 5 نفر 2 نفر متوجه میشن که خب اوتیسم چی هست و فلان و اینا مراقبت بچه رو بکنن. ولی قبلا اینطوری بود که از یه بچه اوتیسم شروع که به زیقدار 100 نفر میومدن آدم رو راهنمایی میکردن که درست تربیتش کن، دعواش کن، بچه این کارو نکن فلان. ولی الان حداقل یه نمو باشه که توی مترو هر جایی بالاخره 2 نفر متوجه میشن، باهات مدارا میکنن، سعی میکنن مثلا مردم رو آروم کنن. خب اینها به نظر من چون تو این 2-3 سال اخیر این اتفاق افتاده و
انجمنم این دو سه سال واقعا من دیدم که چقدر تلاش کرد که اوتیسم رو به مردم بشناسونه. من فکر می‌کنم خیلی مفید بوده. اقدامش مثبت بوده. وقتی که پول می‌کنه برای اینکه مرکزش رو نگه داره، خب این کارو داره می‌کنه. بقیه مرکز هم اگه می‌خوام کارو بکنن، اطلاع رسانی بکنن. توی برنامه خندوانه اوتیسم معرفی کرد. برنامه‌ای بود که خب به هر حال همه مردم ایران حداقل 60% 70%شون نگاه می‌کنن. دیدن که بچه اوتیسم چطوری هست. خیلی ممنون. دست کم در مورد اطلاع رسانی و تبلیغات در مورد این اختلال فکر می‌کنید که خانه اوتیسم ایران خوب عمل کرده؟ خانم زینعلیان، به عنوان سوال آخر، فرصت هم در مجموع خیلی نیست، خواهش می‌کنم خلاصه و موجز بفرمایید که چقدر در واقع در تشخیص نقاط قوت توانایی‌های فرد اوتیستیک در واقع چیکار میشه کرد که این نقاط شناسایی بشه؟ چون میدونیم بعضی در بعضی از زمین‌ها خیلی اتفاقا نبوغ میتونن داشته باشن. گفته میشه حتی ممکنه که مثلا فردی مثل انیشتین هم به نوعی اوتیستیک بوده. واقعا در مراکزی که وجود داره، خود شما به عنوان فردی که با این افراد کار میکنید، چه شیوه هایی دارید برای اینکه این نقاط رو شناسایی بکنید؟ این سوال خیلی گسترده است، امیدوارم بتونم خیلی کوتاه جوابشو بدم. خب ما با بچه‌هایی که کار می‌کنیم سعی می‌کنیم که با بازی‌های مختلفی که بیشتر حسی هستن و رفتار درمانی‌هایی که باهاشون می‌کنیم، در حالا یا به صورت خصوصی یا توی اجتماعی که باهاش براشون درست می‌کنیم به صورت بازی، بتونیم اینها رو در واقع تالنت‌هاشون رو در بیاریم. بیشتر بچه‌ها همونطور که خودتون گفتین توی یک زمینه خاص، بعضیا توی خوندن، بعضیا توی حالا ریاضی یا هر چیز دیگه‌ای میتونن استعداد خودشون رو داشته باشن و فقط با تمرین چیزهای مختلف، امتحان کردن بازی‌های مختلف، چیزهای مختلف در زمینه بازی میتونیم باهاشون متوجه بشیم که تو چه چیزی استعداد بیشتری دارن. خود من توی مدرسه کارگاه‌های زیادی رو برگزار می‌کنم که بتونم همین چیزها رو ازشون متوجه بشم. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما. مرسی با شهره زینعلیان و همچنین محمد رضا و روستا روشنا به بخش خدافظی می‌کنیم. بریم و یک بار دیگه فکر می‌کنم هنوز مطالبی هست، ویدیوهایی هستش که می‌خوای. آره احسان، با چیزی که تو سال آخری که مطرح کردی از خانم زینعلیان و توضیحات اون، منم یک ویدیو در همین زمینه دارم که نشون میده اوتیسم فقط محدودیت نیست و خیلی‌ها هستن از بچه‌هایی که اوتیسم دارن که در یک سری زمین‌ها نبوغ دارن و اگر اون استعدادشون به مرور زمان کشف بشه و فرصت پرورش بهشون داده بشه، به نوعی نابغه هستن. این ویدیو رو براتون پیدا کردم. این شخصی به اسم استیون که اوتیستیکه و مشهور شده. برای چی؟ برای اینکه توجه دقیقش به جزئیات و مهارتش در طراحی کردن اونو به شهرت رسونده. در این ویدیو میبینیم اونو بردن سوار هلیکوپتر کردن و یه چرخی زدن روی شهر نیویورک و بعد از این چرخ اومد و یک کاغذ و قلم بهش دادن و عیناً شهر رو طراحی کرد، انگار که خودش کشیده، خودش طراح این شهر بوده. حافظه تصویری قوی داره و ویدیوهای ازش هست، از شهر روم، از بروکلین، محله بروکلین، از همه جا که خیلی با جزئیات تمام اینو طراحی میکنه. یه مطلبم در سایت ما منتشر شده بود چند وقت پیش، اگر کسایی که مایل هستن میتونن به وبسایت بی بی سی فارسی برن و کلمه اوتیسم رو جستجو کنن. مطالب خوبی در چند سال گذشته منتشر شده. اینم یه مطلبیه که داره بررسی میکنه به نام اوتیسم ما و قضاوت‌های اشتباه، که اوتیسم چیه، در چه زمینه‌هایی ممکنه محدودیت باشه، در چه زمینه‌هایی نابغه حتی باشن، و مثال میزنه از کسایی مثل انیشتین یا نیوتن که احتمال میره اینها اوتیستیک بوده باشن و توضیح میده، میگه از کسایی که اوتیسم دارن به اونها ناتوان ذهنی نمیگن و به اسم علمیش هست اختلالات طیف اوتیسم. برای اینکه این دلیلش این نیست که دل پدر مادرها خوش بشه، واقعیت اینه که اینها ناتوان ذهنی نیستن، اینها فقط محدودیت در زمینه‌هایی دارن و طیف‌های گسترده انواع مختلفی هم وجود داره. و مثلا مثال میزنه یک پسر 17 ساله که حتی نمیتونه یک کلمه رو ادا کنه، اما یک وبلاگ داره، بسیار وبلاگ پرطرفداریه و خیلی قشنگ تو این وبلاگش مینویسه به نام ایدو در سرزمین اوتیسم، درباره اوتیسم داره مینویسه و حتی کتابی هم ازش منتشر شده. و
یک ویدیویی دیگه میخوام بهتون معرفی کنم که شبکه 4 بی بی سی فارسی این رو منتشر کرده. این ویدیو بی بی سی انگلیسی منتشر کرده. این ویدیو از زبان خود بچه‌هایی که اوتیسم دارن نقاشی‌هاشون رو نشون میده، توضیح میدن که اینها چه چیزهایی اذیتشون میکنه، صدا، نور، توضیح میدن که ارتباط برقرار کردن با دیگران براشون مشکله و فکر میکنم بعضی وقتا تو مدرسه دیگران بهشون میخندن، چیزی که اصلا برای اونها جالب نیست برای بقیه جالب، نمیتونن مستقیم گاهی به چشم کسی نگاه کنن و اکثرا با زاویه به چشم طرف مقابلشون نگاه میکنن و زمان میبره تا اینها یاد بگیرن که وقتی با کسی دارن صحبت میکنن به کسی گوش میدن ارتباط چشمی مستقیم برقرار کنن. خیلی ویدیوی مستند جالبیه، اگر کسی مایل بود و زبان انگلیسی رو متوجه میشه میتونه نگاه بکنه. در وبسایت بی بی سی فارسی همونطور که گفتم مطالب متفاوتی منتشر شده. این ویدیو رو من دوست دارم براتون توضیح بدم. در مورد تاجیکستان، داستان یک گزارشه که همکارای ما تهیه کردن. داستان یک مادر تاجیکه که فرزندش اوتیسم داره و اون موقع در تاجیکستان کسی نمیدونست این بیماری، اطلاعات کافی در این بیماری نبود، در مورد درمانش و کمک کردن به کودک نبود اطلاعات. برای همین به هند میره این مادر با فرزندش و اونجا به مراکز درمانی میره، آشنا میشه، اطلاعات میگیره چطوری باید باش برخورد کنه، اصلا این بیماری چیه. و وقتی که برمیگرده به تاجیکستان خودش یک مرکز رو تأسیس میکنه که به مادران دیگه آموزش بده، به پدر مادرها و در مورد این بیماری اطلاعات بده. مطالب دیگه ای هم هست که بینندگان اگر مایل بودن میتونن برن اینها رو در وبسایت ما مطالعه بکنن. خیلی ممنون از تو. وقت برنامه کمه، دو تا مهمان ویژه دیگه داریم و 4-5 تلفن بذار برنامه. این سری تلفن‌های بعدی رو اول معرفی بکنم. الهام از تهران رو خط 1، بعدم با تیمور صحبت می‌کنیم از همین شهر و البته از طریق وبکم هم شادی بیضایی وبلاگ نویس در برنامه با ما همراه هستش که خود خانم بیضایی هم فرزند اوتیستیک داره. مرسی که دعوت ما رو پذیرفتید خانم بیضایی. یه مقداری اول از تجربه خودتون بگید، چطور اصلا با این اختلال آشنا شدید، اول چقدر پذیرشش راحت بود. من سوال دومی هم بعد دارم که از شما بپرسم، فقط خیلی خلاصه اگه میشه. من وقتی پسرم 18 ماهش بود در واقع فکر کنم برای اولین بار اوتیسم رو اسمش رو شنیدم و به خاطر این بود که خب متوجه شدم حساسیت‌های شنوایی داره و از صداهای بلند آسیب می‌بینه گوشش و اینطوری شد که من فهمیدم اوتیسم چیه و در واقع در 3 سالگیش ما تشخیص اوتیسم براش گرفتیم. شما در این مورد مطلب هم زیاد می‌نویسید خانم بیضایی، در وبلاگی به خصوص دارید مطلب می‌نویسید. این نوشتن چقدر به شما کمک کرد؟ ارتباط گرفتن با بقیه خانواده‌ها چقدر مفید بود؟ طبیعتاً خب همیشه نوشتن خوبه و خیلی کمک میکنه، ولی درباره تجربه من از در واقع تشخیصی که برای پسرم گرفتم، درباره سوالی که پرسیدید، بسیار سخت بود برام، به خصوص که در مقایسه با مادران استرالیایی که همزمان با من میومدن برای من یه وحشتی بود از قضاوت دیگران که متوجه میشدم اونا ندارن و خیلی به من سخت میگذشت چون من حالت بیشتر تدافعی داشتم و میخواستم جلوگیری کنم از گرفتن تشخیص، ولی اونا بیشتر مشتاق بودن که به خاطر حمایت‌ها و کمک‌های که دولت میکنه تشخیص رو بگیرن. و خب خیلی خیلی اوائلش تا پذیرفتن و شناختن در واقع اوتیسم خیلی برای من به هر حال مثل همه والدین مادرها و پدرهای دیگه ممکن بود بله ناگوار بود. خیلی ممنون خانم بیضایی. من سوال دیگری از شما دارم فعلا، اما نظر الهام از تهران رو و تجربهش رو در واقع با هم دیگه بشنویم. الهام کمی از تجربه خود بگو، دنیای متفاوتی که فرزند شما داشته رو چطور شناختید؟ سلام، خیلی متشکرم از اینکه این وقت دست به من دادی. مدت‌ها بود که جای خالی یک برنامه خوب نظرسنجی واقعی از خانواده ها به چشم خورد. از اینکه این برنامه را به ما اختصاص دادید و نگذاشتید که این برنامه بلندگویی باشه برای یه عده خاص که فقط نظر خودشون رو بگن، خیلی ممنونم. در مورد مهمترین مسئله که این بچه ها احتیاج دارن آموزشه و این آموزش ارتباط مستقیم با پول داره. متاسفانه خدمات رایگان و مدارس مخصوص بچه های اوتیسم در اکثر شهرستان ها، باید بگم در بسیاری از شهرستان ها اصلا وجود نداره و باید بگم خدمتتون که هزینه های آموزش خصوصی سرسام آوره و یکی از کمر شکن ترین هزینه هایی که میتونم بگم خانواده های اوتیسم در واقع فلج میکنه و به فروپاشی میرسونه. اشاره کردید الهام به امکانات و خدمات. این خانه اوتیسم ایران که اخیراً هم در شبکه اجتماعی صحبتش زیاده، به اینجا مراجعه کردید؟ چقدر تونستن کمک باشن برای شما؟
میرسید. من اصلا خیلی معذرت میخوام، خیلی رو صریح میگم، من اصلا این انجمن رو قبول ندارم و اینجا بعضم به اوتر شما بچه های ما نیاز به کارهای دیگه دارن، باید دولت رو متقاعد میکردن، زحمت بکشه، بچه های ما رو تحت پوشش بیمه قرار بده، هزینه براشون در نظر بگیره. من انتظارم از یک انجمن اینه، نه اینکه خانه استجاریشون رو از دست بخوام بدن و بیان التماس کنن که پول بدید، خانه اوتیسم داره از دست میده. خانه اوتیسم مال کی؟ یعنی خونه بچه من، بچه من که تو خونه خودمه، ایشون داره دفتر خودش از دست میده. خواهش میکنم تو رو خدا نیاید بلیت اوتیسم اینجوری نسوزونید. بچه های ما احتیاج به بیمه دارن، احتیاج دارن دولت حمایتشون کنه. خیرین و محترمی هم که کمک میکنن خیلی ممنون هستن ازشون، ولی تا کی خیر میتونه کمک کنه؟ این خانمی که الان اومده میگه من خانه اوتیسم از دست میدم. عزیزم شما دارید دفتر خودتون از دست میدید، شما باید به فکر یک مرکز جامعه برای اوتیسم باشید. شما باید اوتیسم تو در دهاتها، تو روستاها، تو جاهایی که بچه هاشون دارن از دست میدن به داد اونا برسید. بچه من اوتیسمه ولی میدونم که نابغه است، میدونم که نابغه است. خیلی ممنون از شما الهام، مرسی. خیلی سریع بریم پیش تیمور از تهران و ببینیم که آیا تجربه مشابهی داشته یا خیر به این مرکز مراجعه کردید یا نه. غیر از این مرکز کلا چقدر امکانات و به حال راههایی که برای کمک به این افراد هست در جامعه شما فراهمه؟ سلام، ممنون از وقتی که در اختیار خانواده اوتیسم دادین تا مشکلات خودشون رو بیان کنن. انجمن اوتیسمی که تشکیل شده از نظر زمانی بسیار نوپاست و خانواده ها متاسفانه چیزی که باید از دولت بخوان، از بهزیستی بخوان، از انجمن تازه تأسیس میخوان که برای حقوق کارمندای خودش، منشیای خودش داره دست و پا میزنه. ما از انجمن اوتیسم چیزی رو میخواییم که وظیفه‌اش نیست. انجمن اوتیسم فعلا نوپا هستش و داره اطلاع رسانی میکنه به جامعه تا بشناسونه اوتیسمو و در برنامه‌های آتی خودش زیر فشار قرار دادن نهادهایی مثل آموزش و پرورش، بهزیستی و توانبخشی ها برای سامان دادن این بخش هستش. و انجمن اوتیسم که هیچ بودجه ای از جای نمیگیره و به صورت خیریه داره به قول معروف چیزی که این عمومی هم ازش مثلا مرکز جامعه توانبخشی میخوام، یک مرکز جامعه توانبخشی چیزی در حول هوش شاید بگم بالای 200 میلیون تومان در ماه هزینه داره. آیا یک انجمنی که از طریق خیرین داره و از طریق خود خانواده ها داره کمک میشه بهش میتونه همچین کاری بکنه؟ بسیار خوب، خیلی ممنون از شما، مرسی. بس فکر میکنید که باید توقع متناسب با توانایی ها و امکانات یک مجموعه باشه. برگردیم برای آخرین سوال پیش خانم بیضایی. خانم بیضایی، در یکی از مطالبی که شما در وبلاگ نوشته بودید، همونطور که گفتم مفصل در این زمینه قلم میزنید، صحبت از این بود که با فردی روبرو شدید که بعد از این شیوه های در واقع توانبخشی نهایتا حتی در حد درمان هم پیش رفته. به نظر میاد که تونسته برگرده، زندگی اجتماعی خوبی داشته باشه و شاید کسی که این فرد رو میبینه اصلا متوجه نشه که اوتیستیک هست. چقدر این تجربه میتونه برای همه افراد مثمر ثمر باشه؟ آیا واقعا میشه گفت که اکثر افرادی که اوتیسم دارن میتونن واقعا در این حد درمان بشن؟ بله، اگر تا اونجایی که من میدونم اگر تشخیص به موقع باشه و کمک درستی به بچه ها برسه و در واقع آموزش و شیوه های آموزشی درست براشون ترتیب داده بشه، خیلی هاشون در طیف حرکت میکنن و به سمت خارج از طیف میرن. و من اسمش رو درمان نمیگذارم به دلیل اینکه شاید این رو یه بیماری نمیدونم و خب با شناختی که ازش پیدا کردم اینو فقط یک تفاوت میدونم. ولی بله، با تشخیص درست و درمان در واقع با آموزش صحیح این بچه ها میرن به سمت خارج طیف و خیلی هاشون میتونن، درصدیشون میتونن کار کنن، میتونن رانندگی کنن و خانواده تشکیل بدن. بسیار خوب، بهتر اسم توانبخشی پس روش بذاریم. ممنون از شما، با شادی بیضایی و الهام و تیمور خدافظی کنیم. یک بار دیگه از روجا بشنویم. منیژه در تلگرام برامون پیام داده و توضیح داده، میگه دخترش الان 5 سالشه و در سن 2 سالگی دچار اختلالات ارتباطی شده، برای همین پزشک تشخیص داده که این اوتیسم داره. وقتی که میرم پیش دکتر کاردرمان تشخیصش این بوده که این شبه اوتیسم داره و خود اوتیسم نیست و مرحله قبل از اوتیسم محسوب میشه و با آموزش‌های خاص تا قبل از 3 سالگی میشه مانع بروز اوتیسم شد. و حرف منیژه اینه که گاهی هم در
تشخیص های اوتیسم در کودکان اشتباه رخ میده و باید خیلی مراقب باشن که تشخیص درست است. کاربر دیگه ای در تلگرام برای ما پیام داده و گفته کودکان اوتیسم با کامپیوتر و تبلت خیلی خوب سرگرم میشن. اگر اپلیکیشن ها و برنامه های از این دست برای کودکان ساخته بشه خیلی خوبه. و یک کاربر دیگه ای در تلگرام انتقاد کرده از انجمن اوتیسم ایران و گفته که دو تا کار کلیدی باید انجام بدن و اینها کارهای کلیدی انجام نمیدن. این دو تا کار یکی مرکز نگهداری روزانه است و دیگری کمک برای هزینه های درمان و تامین اجتماعی. اگر فرصت بشه بازم سراغتون میام. خیلی ممنون از شما. خب شاید پاسخ به این انتقاد هم همون باشه که الان یکی از بیننده ها گفت که از یک مرکز کوچک خیریه شاید توقعی که دولت از دولت برداشت نمیشه داشت. پدرک از کرمان و سرور از یاسوج به ما هستن. پدرک، این اسم ممکنه برای خیلی ها این سوال رو ایجاد بکنه که چرا پدرک؟ پسرک کیه؟ سلام، خسته نباشید. ممنون از برنامه‌تون. عرضم بزرگتون وضعیت من یه ذره متفاوت بود. پسر من علاوه بر این که اوتیسم داشت مبتلا به سرطان هم شد در سنگی و ما سرطان و اوتیسم رو با هم مجبور شدیم پیش ببریم که این قضیه یه مقدار پیچیده‌تر کرد قضیه رو. از ابتدای این کار از حدود 4-5 سال پیش من توی فضای اجتماعی فضای مجازی صفحه‌ای رو باز کردم، اول تو فیسبوک بود، بعد حالا با چیزی که پیش رفت تلگرام و اینستاگرام و معرفی کردم و شرایط خودم و روزمرگیام رو به اطلاع بقیه رسوندم. بسیار خوب. کمی از پسرتون بگید که چقدر دنیاش واقعا متفاوته و زندگی کردن با یک فرد اوتیستیک برای خود شما چه تجربه‌ای بوده؟ رو زندگی شما خانواده چه تأثیری گذاشته؟ یه مقدار زندگی کاملا متفاوته وقتی با یه بچه اوتیستیک زندگی می‌کنید. پسر من که حالا اسمش رو پسره به خاطر اینکه می‌خواد نماینده‌ای باشه از تمام کسانی که اوتیسم دارن و حالا قبلش هم سرطان داشتن، از ابتدا تفاوتاش از 3 سالگی معلوم شد. یکی از مهمترین چیزایی که پدر و مادر رو اذیت میکنه و متفاوت میکنه بچه رو مشکل کلام بچه هاست و این کلام باعث میشه که ارتباط این بچه با دنیای پیرامون خیلی محدود باشه. وقتی مشکل کلام پیش میاد شما باید بقیه چیزها رو تحمل کنید، یعنی تربیتی که شما بقیه بچه ها رو میکنید با این بچه اینجوری نمیشه برخورد کرد، به خاطر اینکه بچه کلام نداره کلام شما رو اونجوری که باید متوجه. بسیار خوب، خیلی ممنون پدرک. ببخشید وقت واقعا کمه برای اینکه به سرور هم فرصت برسه. خیلی کوتاه، سرور، بزرگترین مشکلی که گفته میشه وجود داره برای توانبخشی بحث هزینه ها هست در ایران در یاسوج که شما هستید. آیا این مسئله مالی مانع از این شده که در واقع تأثیری تغییری در شرایط بچه شما ایجاد بشه؟ با سلام و تشکر از برنامه خوبتون. من پسرم الان 14 سالشه، از یک شهر یاسوج زندگی میکنیم با امکانات خیلی ابتدایی. بله، از لحاظ شرایط مالی ما خیلی در مضیقه هستیم و شرایط مالی باعث میشه که ما نتونیم اون آموزش های لازم رو به پسرمون بدیم و الان من برای آموزش پسرم دارم میبرمش به شیراز، نزدیکتری شهری که به یاسوج هست و مجبورم میره در یک مدرسه اوتیسم، مخصوص اوتیسم، اونجا درس میخونه و مشکلاتی که باهاش داریم کلنجار میریم یکی مشکلات مالیه و مشکلاتیه که دولت اصلا همکاری نداره، بیمه ای که برای این بچه ها تقبل نمی کنن و هیچ کمکی نمی کنه دولت عملا به بهزیستی. و من خودم به عنوان یه مادر خیلی پیگیر این مسئله بودم که از 4 سالگی 3 سالگی که من تشخیص اوتیسم برای پسرم دادم بسیار دنبال این بودم که بتونم حقوقی رو برای پسرم قائل بشم و بتونم از دولت کمکی بگیرم. خیلی ممنون از شما سرور. بسیار عذر میخوام از اینکه دیگه واقعا بیش از این فرصت نداریم. به حال جان کلام شما رو شنیدیم. بریم برای آخر بار پیش رو جان.
مریم برامون در تلگرام پیام گذاشته و میگه پسر من 14 سال است. الان 11 ساله که ما هیچ کمک مالی و حتی روانی دریافت نکردیم. پسرشون اوتیسم داره و هیچ کس حتی نگفت آفرین که داری تمام مال و جانتو میذاری که از یه بچه‌ای که انگار زندگی گیاهی داره بچه‌ای ساختی که حرف میزنه، کاراشو انجام میده، تا کلاس ششم درس خونده و الان کامپیوتر و فتوشاپ داره میکنه و معرق کاری میکنه. اما بعد در آخر ایمیل پیامش میگه برای بچه‌هایی که پول کافی ندارن چه کار باید کرد؟ اونها چه گناهی دارن؟ در زیر مطالبی که گفتم در وبسایت ما منتشر شده در مورد اوتیسم پیام‌های زیادی آمده که سعی می‌کنم تا اونجایی که فرصت باشه براتون چند تاشو بخونم. شاهرخ گفته من پسرم 5 سالشه و اوتیسم داره. یکی از بدترین مشکلات داشتن فرزند با اوتیسم اینه که تو ایران باشی و اونم تو شهرستان، برای اینکه امکانات صفره و صحبت‌های اطرافیان و نگاه‌های دیگران آتیشت می‌زنن. مخارج بالای کودکان اوتیسم یک طرف و حمایت نکردن ارگان‌های حمایتی مثل بهزیستی، آموزش، پرورش به مشکلاتو بیشتر می‌کنه و بهترین برگ برنده هموطنان خارج از کشور که فرزند اوتیستیک دارن اینه که حداقل از امکانات و آموزش و حمایتی بهره‌مندن که ما در شهرستان‌ها ازش بی‌بهره‌ایم. ممنون که با ما بودید. عذرخواهی میکنم که نرسیدم تمام پیام هاتون رو بخونم. خیلی ممنون روجا، مرسی. به پایان برنامه میرسیم. در صفحات ما در شبکه‌های اجتماعی با ما در تماس باشید، یعنی که به ایمیل ما پیام بفرستید با آدرس شما @bbc.co.uk و از پیشنهادها و انتقادهای خودتون ما رو بی‌بهره نذارید. تا هفته آینده، روزگار خوش.